درود بر شما. 8 آذر ماه 1398 خورشیدی و 29 نوامبر 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به چشماندازی که حکومت بعد از اعتراضهای هفته آخر آبان ترسیم کرده بر خودش به ویژه. خبرهای بیشتری از بعد از دوره قطعی کامل اینترنت داره آرام آرام منتشر میشه و حالا که بعد از چند روز رهبر و رئیس جمهورش دارن واکنش واقعی نشون میدن به آنچه در هفته آخر آبان گذشت، معلوم میشه به روشنی که چقدر این آقایون ترسیدن از ادامه اعتراضهای مردم. و این یک جنبندی مهمه برای مردم و همه کسایی که کف خیابون خواستهاشون رو مطرح میکنن. حالا خواهم گفت در طول برنامه، همین دیگه پرده آخرم که خواهیم داشت آخر برنامه. ببینید، صحبت‌های چهارشنبه خامنه‌ای نشون داد که چقدر اعتراض‌های دو هفته پیش، در روز پیش، چقدر حکومت رو ترسونده. این عددی نیستندها به گفته رئیس جمهور خامنه‌ای چنان وحشت زده کرده بوده آقایون رو که بعد از سرکوب خونین که میگن واکنش واقعی دیگه نشون میدن از اون حالت وحشت در داخل آتش یه مقدار رها شدن. رهبر معظم میاد اینجوری از مامورا تشکر میکنه. لازم میدونم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم. یک توطئه عمیق، وسیع، بسیار خطرناکی که اون همه هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن که بتوانن در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد. کیا بودن این مردم که با صدها کشته و زخمی و 7000 نفر، بیش از 7000 نفر بازداشت شده، نابود کردند یا نابود شدند؟ نابود که چه عرض کنم، هیچ جنبش اعتراضی نابود نمیشه مگر اینکه خواسته هاش جواب بگیره. کدوم مردمن که خواست نان و آزادی نداشته باشند در این اوضاع هر روز بدتر شونده برای زندگی بالای 50 میلیون جمعیت زیر خط فقر در ایران با این وضعیت فرهنگ و هنر و مدارس و وضعیت اجتماعی و ماجرای آزادی های مدنی و که تشکیلاتی وجود نمیتونه داشته باشه مگر اینکه بره سینه بزنه برای آقا امام خامنه ای و با این وضعیت حجاب و با این ماجرا و برای یک سوم جمعیت فعال کشور که بیکارند؟ کیا بودن این مردم که هی میگی نابود کردن؟ در میدان نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دیگران وارد میدان شدند در اون چند روز در مواجهه سخت کار خودشون را، وظیفه خودشون را انجام دادند. چجوری انجام دادن؟ ببینین کارایی که مامورای خودتون نمیتونم در جایی که هستین زندگی میکنین دیدین یا ندیدین، به هر حال اینه کارایی که مامورای حکومت در مواجهه سخت با مردم واقعی انجام دادن. دو نفرم کشتم. این
بسیجی ها رو ببینیم با تیر دارن مردم رو میزنن. اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم محمدی دارن مردم رو با تیر میزنن. اینجا مسکین آباد کلجه. چی زندگی میکنن اینا؟ نه نمیدونم. خامنه ای بعد از 40 سال با دیدن زمینه ها یک انقلاب دیگه، این بار علیه حکومت خودش، میگه باید از همه ابزارها برای سرکوب این اعتراض ها که میتونه به انقلاب دیگه منتهی بشه استفاده کرد. دوباره کمیته های اوائل انقلاب، این بار به اسم بسیج، باید سازمان داده بشه و همونطور باید عمل کنه که کمیته ها عمل میکردن. یک نیروی بیقانون به قول خامنه ای، آتش به اختیار فضول در زندگی خصوصی و اجتماعی مردم به طور وسیع و گسترده. خانگردی ها، محلگردی ها، پوست های خیابونی، خبرچینی ها بگیر و به بندهای بیحکم و بی حساب کتاب، جنایت هایی که خیلیش فاش نشده هنوز بعد از 40 سال، یا همچین وضعیتی رو میخواد امروز بازسازی کنه. بسیج در همه محله های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک‌ها و راهبردهای آماده داشته باشه، هم در زمینه‌های دفاع سخت و نیمه سخت، هم در زمینه‌های گوناگون دیگر. غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته‌ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 توی محلات مختلف در جاهای مختلف همه جا حضور داشتن، همیشه هم حضور داشتن. هر حادثه ای که در اون منطقه رخ میداد، انسان اول چشمش میافتاد به برادران کمیته. البته اونا تازه کار بودن، آگاهی های امروز شما رو، توانایی های امروز شما رو اصلا نداشتن، اما حضور داشتن، حضور دائمی. این حضور دائمی خیلی مهمه. بله خیلی مهمه، منتها امروز میدونید دیگه با سال 60 خیلی فرق داره. سال 60 اکثریت جامعه فریب خورده همچنان طرفدار حکومت برآمده از انقلاب بود و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی وجود نداشت. امروز دیگه غیر از رویارویی اکثریت جامعه جوان ایران با حکومت، با همین نظام مقدس، دیگه بسیج یا هر نهاد دیگه نمیتونه هر بلایی سر مردم بیاره و رسانه‌ها و مردم خبردار نشن مثل سال 60. خبر بلافاصله در جهان میپیچه و این مهمتر از هر ترمزی است در مقابل وحشیگری حکومت و علیه مردم در هر کجای جهان. البته یک نقطه مهم مشترک هم داره اوضاع امروز با اوضاع اوایل انقلاب در ایران، و در واقع همین خواست خامنه ای برای بازسازی وظایف سال 60 برای بسیج نشون میده که این نقطه مشترک امروز با اوایل انقلاب جدی است و لااقل از نظر خامنه‌ای واقعی است. این نقطه مشترک چیه؟ لرزان بودن جمهوری اسلامی در هر دو موقعیت. اوایل انقلاب که جمهوری اسلامی هنوز مستقر نبود و مثلا یکی از ویژگی‌هاش چند دستگی بود که طبیعتاً اون ساختمان لرزان نظام برآمده از انقلاب رو تکون می‌داد. امروز هم که نظام مقدس نزدیک 14 هست که مستقر شده، نهادهای حکومتی خودش به وجود آورده، تقسیم کار کرده، فلان فلان، باز در موقعیتی است که زمین زیر پاش می‌لرزه. این که خامنه ای امروز میخواد بسیج بازسازی بشه برای انجام همون کارهایی که اوایل انقلاب میکرد، روشنترین معناش این است که حکومت نیاز به حفاظت در برابر مردم داره. ترسیده، میخواد با بسیج یک حکومت نظامی اعلام نشده راه بندازه. ولی تا کی؟ صدها کشته به دست مامورای تو و این خوشحالی از این که یک بار دیگه جستم ملخک. تا کی؟
بذارین از وبسایت پروپیمون ایران وایر ببینیم نام و عکس شماری از کشته شدگان رو. ابراهیم مرادی جوانرود، اسماعیل رضایی پیرپشته قلعه حسن خان، آمنه شهبازی مالیک کرج، امید رضایی مالیک کرج، امیر حسین عباسی زنجان، پدرام جعفری کمیجانی کرج، حمید رسولی گلشهر کرج، حمید شیخانی ماه شهر، دانیال محمدی کرمانشاه، رضا نیستی 16 ساله اهواز، سید علی فتوحی کوهسار اردبیل، مجید هاشمی، محمد رضا نیکو روان سراسیاب ملارد کرج، عبدالله آجرلو، رضا معظمی کرج، قربانی نسیم شهر تهران. یک مقام وزارت کشور به ایران وایر گفت تا ظهر روز دوشنبه 4 آذر 98 کشته شدن 218 نفر از معترضان از سوی فرمانداری ها تأیید شده است. انتظار می رود تعداد کشته ها از این بیشتر باشد. از این تعداد 87 نفر در استان تهران کشته شدند. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس رقم بازداشتی های نارامی ایران را حدود 7000 نفر اعلام کرد، ولی اعلام تعداد دقیق بازداشتی ها و همچنین سایر مباحث مربوط به موضوع بنزین و جنجال هایش را به اظهار نظر مقامات رسمی موکول کرد. اظهار نظری که حداقل تا لحظه نگارش این گزارش صورت نگرفته تا همچنان پرسش های بسیار میان افکار عمومی مطرح باشد. یکی از این پرسش ها این است که روحانی کجا وایستده و شده چوب دو سر طلا. الان هم مردم فوشش میدن، هم اصولگراهای حکومت، هم بخش وسیعی از اصلاح طلبای حکومت. اومده خودشو بیگناه جلوه بده در گران شدن ناگهانی 3 برابری قیمت بنزین. ببینین، از اینجا یه چند مورد رو میخوام خدمتتون عرض کنم که این که من میگم ترسیده حکومت واقعا یک شعار نیست. یه دلخوشی به کسانی که دلخوشی دادن، به کسانی که قربانی دادند و میدهند در اعتراضهای خیابونی نیست. این حقیقتی است که از دست کم بخشی از واکنش‌های حکومت و اهل حکومت در میاد که حتی بخشیش به رسیده به هزلگویی و برداشت طنز واقعا می شود کرد از مثلا حرفای روحانی. حالا خواهم گفت مثلا وزیر کشورش اینا، روحانی میگه منم خبر نداشتم که قرار بنزین 3 برابر بشه. جمعه صبح از خواب پا شدم دیدم بنزین قیمتش 3 برابر شده. چند بارم میگه من خبر نداشتم و هی میخنده به خون کشته شده ها. من کلن این امر رو واگذار کردم به وزیر کشور و شورای امنیت کشور از حدود 1 ماه 40 روز پیش. اینا رو من خواستم، گفتم آقا این برنامه ما، این مصوبه ما، مصوبه اونا خبر داشتن، تو سران سه قوه ما بحث کرده بودیم، تصویب کرده بودیم. گفتم اجراش شما برید با صدا و سیما، تبلیغات، برنامه ریزی، به منم نگید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید برید اجرا کنید. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده بود. این اگه اسمش حزالی نیست چیه واقعا؟ هی هم
تکرار میکنه که من خبر نداشتم. پس کی باید خبر داشته باشه؟ گفتم به منم نگین قضیه به این مهمی سه برابر بشه قیمت بنزین که باعث میشه همه قیمت‌ها بره بالا و نمیدونم واقعا با بودجه‌ای هم که واسه سال 99 اینا بستن به کجا میرسه کار مملکت. گفتم به منم نگین چیز مهمی که نیست، خودتون برین اجرا کنین. این رئیس جمهور، این دومین فرد ارشد نظام مقدس بعد از رهبر معظم، این فهم و درک سیاسی اقتصادی و اجتماعیش در حد همین دومین فرد واقعا این نظام مقدس. فقط میخواد خودش جلو چش مردم مبرا جلوه بده و اینقدر باهوشه که خیال میکنه این حق بازی و خنده های شرم‌آور کار میکنه. یه خبر دیگه هم تو همین دو سه روز گذشته اومد که اونم اشاره کردم درباره وزیر کشور، اونم شنیدنیه. وزیر کشور دولت تدبیر و اینا فاش کرد که چند ماه پیش قرار بود طرح افزایش قیمت بنزین، همین طرحی که 24 آبان اجرا شد، سه برابر شد، چند ماه پیش قرار بود طرح افزایش قیمت بنزین اجرا شود ولی چون لو رفت و همه فهمیدن اجراش نکردیم، چون می‌خواستیم همچین مردم رو شوکه کنیم. سال 98 به حال زمین‌ها آماده شد، مقدمات فراهم شد که این اجرا بشه. قرار بود که یک شب جمعه ای در دو یا سه ماه، بیشتر شاید سه چهار ماه قبل قرار بود این اجرا بشود. روز چهارشنبه زمان اجرای این طرح لو رفت. یکی از خبرگزاری‌ها این خبر را زد، به نقل از یکی از مسئولین زد که در امشب، شب جمعه امشب، سوخت سمی بنده میشه. و یادتون میاد شما احتمالاً تمام کشور صف شد، یعنی واقعا صف‌های چند کیلومتری که باز ما به عنوان مثلا شورای امنیت اونجا مطرح کردیم که امکان اجرا اصلا نیست، چون وقتی صف‌های طولانی اینطوری هست شما بخواد اجرا بکنید صفا تمامی نداره. شاهکاره به جای اینکه برای مردم توضیح بدن بحث کنن تو رسانه ها که درسته یا غلطه این تر، اصلا از اولی که این تر در دولت یا شورای اقتصاد یا هر چنم جهنم دره دیگه ای مطرح بشه، بیارنش تو آفتاب بذارن طرح و مردم ببینن بحث بشه سرش، چه تو رسانه ها چه تو کوچه خیابون، مثل همه کشورهایی که به مدنیت پا گذاشتن. لو رفت، میخواستیم یواشکی بیاریم یوهوی بندازیم وسط، بعد زودتر فهمیدن. آره زدن نشریه ها، روزنامه ها، یکشون زده بود که طرح افزایش سه برابری قیمت بنزین جدی است، با یه همچین تیتری زده بود مثلا یکی دو ماه قبل از اینکه این طرح اجرا بشه، و بعد هم دیگه دنبالش گرفتنش. ماجرا این بوده، پس اینا دیدن اون زده و گفتن خب نمیشه، باید یواشکی بیام یهویی بندازیم وسط. اینجوری مملکت رو اداره میکنن، اینجوریه که وضع به اینجا رسیده. چی بگم دیگه، خودتون بهتر میدونین. یک خبر مهم دیگه هم اومد که اونم خیلی مهم بود. یک خبر گاندویی، سریال گاندو رو دیدین دیگه، اون تو همین برنامه در باید صحبت کردیم. جزئیات مهم از دستگیری عناصر مرتبط با سرویس های اطلاعاتی آمریکا توسط وزارت اطلاعات. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اعلام کرد تعدادی از عناصری که در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی از اختشاشات و انتقال آنها به خارج کشور جهت ارائه به بیگانگان بودند، قبل از هر گونه اقدام شناسایی و دستگیر شدند. عناصر مذکور که با بودجه سرویس اطلاعاتی آمریکا که در کشورهای مختلف آموزش‌های لازم جمع‌آوری اطلاعات در پوشش شهروند خبرنگاری دیده بودند، از مدت‌ها قبل تحت رصد اطلاعاتی قرار داشته و پس از اوجگیری اختشاشات مشخص کردید که دستوراتی برای حضور در اختشاشات و تهیه گزارشات دقیق و به ویژه تصویری دریافت نمودند. بر این اساس تعداد 6 نفر از این افراد که در زمان حضور در صحنه‌های اختشاش و اجرای دستورات عناصر سرویس اطلاعاتی دستگیر و همچنین 2 نفر دیگر نیز که اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و قصد انتقال آن به خارج از کشور را داشتند، قبل از خروج از کشور شناسایی و دستگیر شدند. ببینید ترجمه این بیانیه بسیار مهم و خبر بسیار مهم وزارت اطلاعات می شود این: اینترنت را کامل قطع کرده بودیم
و بدیهی است که نمی‌خواستیم هیچ خبری از اعتراض‌های مردم منتشر شود و به خصوص به رسانه‌های معاند برسد. مردم هم که چپ و راست از هر حرکت اعتراضی و هر اقدام برادران انتظامی و امنیتی با تلفن موبایل عکس و فیلم می‌گرفتند. امکان کنترل همه نبود. چند نفرشان را با کتک بازداشت کردیم. با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه کار می‌کردند. با CIA کار می‌کردند. این موفقیت سربازان گمنام امام زمان بود. این ترجمه واقعا اون بیانیه است. معلومه که همین اتفاق افتاد. یعنی مردم میرن با موبایل عکس میگیرن دیگه، فیلم میگیرن دیگه. من نمیدونم واقعا اینقدر مسخره است بعضی چیزاشون که من نمیدونم آیا باید توضیح بدم یا اینکه ممکنه بلا نسبت توهین به شعور شما بشه اگه توضیح بدم. این چیزها رو مثلا این بیانیه وزارت اطلاعات رو منتشر میکنه که دیدین و خوندم، غیر از اینکه رزومه شون پر بشه، مثلا پروپیمون بشه بفرستن برای رهبر و فلان و بهمان و اینا، بدبختا ضمناً ایجاد فضای ترس هم مثلا بکنن که بگن ما اگه کسی مثلا با موبایل از گرفته گرفتیمش، چسبوندیمش به CIA یا بیگانه و فلان و بهمان و اینا، کارش تمومه دیگه. بعضی جاها هم آمدن تو همین چند روز اخیر، تو همین فضای ایجاد فضای ترس، تو همین تهدیدهاشون. یعنی میگم وقتی که طرف واقعا در موضع ضعف و ترس قرار میگیره و میبینه چیزی نداره از دست بده جز این که یه دفعه ممکنه پرخاش بکنه، بسیارم ممکنه خطرناک بشه. البته به همین جایی که الان رسیده حکومت انقدر تون میرن بعضی جاها که چه عرض کنم، ببینین دیگه. بخونم قبلش خبر رو براتون. سه‌شنبه پنجم آذر، این حیف این خونده نشه. جانشین این خبر رو براتون میخونم. جانشین فرمانده نیروی انتظامی سردار سلیمانی تصریح کرد اکنون نیروی انتظامی و امنیتی در حال شناسایی لیدرها هستند و برای دستگیری و معرفی مقصران اصلی آشوبها و تخریب اموال مردم به افکار عمومی شبانه روز در تلاش هستند. متوجه شدین؟ میگه الان، همین الان برای دستگیری و معرفی مقصران اصلی آشوبها و تخریب اموال عمومی شبانه روز در تلاش هستند نیروهای انتظامی و امنیتی. هیچ کار دیگه ای ندارن، شبانه روز در تلاشن که آدمهای مرتبط با اعتراضات رو بگیرن. مهمترین دستگاه تبلیغاتیشون یعنی سیمای آقایون میاد مجازات های عهد عتیق رو تبلیغ میکنه. آقای ابوالفضل بهرامپور مفسر قرآن در تلویزیون جمهوری اسلامی چگونگی برخورد با معترضان را از نگاه قرآن تشریح کرد و در مورد حکم قضایی قرآن از مجازات کسانی که با خدا و رسول خدا به محاربه برخواستند گفت این مردم باید بدار آویخته و قطعه شوند. این شورش آبان خیلی اینا رو دستپاچه کرده. وحشت گستری و تروریسم در سیمای آقایون. ان یقتلو زجر کش بشوند، او یسلبو به دار آویخته بشوند، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. بشنویدا، یه دونه این اجرا بشه، ما دیگه نوبت بعدیها که به پیاز خوابانده شده اونا غلط میکنن بیان به میدان، چون این باید علنی باشه، در نقطه جنایت باید اعدام بشن یا مجازات بشن، درسته؟ بله. خب بعد میگه با بدوضعی قطع بشود، بریده بشود دست راستشون با پای چپشون. خیلی حرف ها. یه دست راست بریده بشود چهار انگوش و پای چپ هم انگشتانش بریده بشود، اینطوری رها بشه در اجتماع. او یونفو من الارض و نفی بلد، تبعید بشه، نه که به شیراز بفرستن که آب هوای خوبی هم داره،
بفرستن در وسط دریای کشتی قرازم گیر میاد بالاخره اونجا زندگی کنه تا بمیره. این میگه نفی بلد. نفی بلد. بعدم من از دوستانی که واقعا چی بگم، خدا این آقای رئیسی رو برای ما نگه دارد، من اینو خوش ندارم، یعنی درست نمیدانم ما بگیم یه عده جوانن احساساتی شدن پس مرخصید. نه، اینا اگر احساساتی شدن چرا به نفع شهدا به نفع نظام احساساتی نشدن؟ احساسات همینا رو که نصیحت میکردی ما رو میکشتن همین در پریروزها. اینا اینا احساسات نداریم. میدونه سرنوشتشون. البته این نمیدونم این سلاخی کردن مردم و این داستانایی که به مزاق خودش و اطرافیاش خوش میاد و توضیح داشت میداد خواهد کرد و خواهند کرد اگر وضع موجود ادامه پیدا کنه و اگه بتونه چون دیگه مشاوران حکومت هم مشاوران همین دولت هم میگن دیره برای ارزیابی ها، کار از این حرفا گذشته. نمونه عرض کنم خدمتتون، آقای دکتر سعید معیدفر جامعه شناس میگوید جمعیت حاشیه شهرها نزدیک 24 میلیون نفر است. اگر به اتفاقاتی که در سال 96 و هفته گذشته رخ داد دقت کنیم میبینیم که اغلب کانون اعتراضات به شورش انجامید و درست این اتفاقات در حاشیه کلان شهرها و مناطق محروم است که لشکر بیکاران، گرسنگان و حذف شدگان قرار دارند. در حاشیه کلان شهرهایی که در آنها ثروت و منابع اقتصادی متمرکز شده لشکر گرسنگان شکل گرفته که هر روز برای هجوم به کلان شهرها آماده تر و با انگیزه تر هستند. ما در آینده نزدیک قطعا با هجوم گرسنگان و محذوفین به کلان شهرها مواجه خواهیم شد، همون حذف شده ها، و قطعا غارت اتفاق می افتد. اینکه ما امروز جمعیت افرادی را می آوریم تظاهرات حکومتی که مخالفت خود را با اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد ابراز کنند، تظاهرات حکومتی می کنیم، این حلال مشکل نیست، چرا که اساسا نظم و بنیاد اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اخلاقیات در کشور از بین رفته است. این دکتر معیدفر که بخشی از صحبتش را عرض کردم خدمتتون، ایشون مشاور اجتماعی وزیر مسکن و شهرسازی است. در پاسخ به این سوال که راهکار برای برون رفت از این معضل در کشور چیست، میگوید سیاست مداران ما فعلا ممکن است بتوانند با برخوردهای امنیتی اوضاع را جمع کنند، اما در واقع این لشکر گرسنگان چنان قدرتی خواهند داشت که هیچ کس جلودار آنها نیست. معترضان و گرسنگان مانند یک سیل همه چیز را ویران خواهند کرد. به قول اسماعیل خویی در یکی از شعرهاش میگوید جنوب شهر ویران خواهد شد و جای هیچ غمی نیست. جنوب شهر ویران خواهد شد، شمال شهر از ویرانی جنوب. متاسفانه به اینجا میرسه اوضاع. از آقای رسول بداغی بازرس کانون صنفی معلمان تهران در اسلام شهر بشنویم. ایشون خودشون ساکن اسلام شهر هستن که اسلام شهر خودش حاشیه شهر تهران به حساب میاد. حاشیه نشین های بسیار داره که جمعیتشون از 500,000 تا 3.5 میلیون نفر تخمین میزنند. چه گذشت در اسلام شهر در 24 تا 26 آبان؟ رسول بداغی: مردم حومه اسلام شهر از دورترین روستاهای رباط کریم و گلستان و صالح آباد و اکبر آباد و خیر آباد به سمت اسلام شهر هجوم آوردن و به هرچی رسیدن فاصله زیادی هست، 10 کیلومتر میشه، همینطوری به سمت اسلام شهر اومدن. اسلام شهر تبدیل برای 24 ساعت تبدیل به یک خرابه شد. خب من که شخصا میبینم که یک پیرزنی داره یک کالسکه پر کرده از اشیاء یه مغازه این میبره. خب این گرسنه است، مشخصه. چرا این مسئولین ما هیچی حالیشون نیست؟ اونایی که آتش می زدن رو من احتمال می دم بسیجی ها باشن.
که به خاطر بدنام کردن تظاهر کنندگان تظاهرات به بهانه ای دست مسئولین بدن برای سرکوب. وگرنه مردم میدیدم که میبرن اشیا، اما اونایی که آتش میزدن حس میکردم از خود اینها هستن. نقاب هم زده بودن. کسی که میاد تو تظاهرات آنقدر سازمان یافته نیست که بیاد نقاب های یک رنگ بزنن. خیلی من اونجا نقاب های یک رنگی رو دیدم که هم رنگ هستن. این معلومه یک کسی این نقاب ها رو به اینا داده از یه مرکز. خب موضوع بعدی، کسی که میاد تو تظاهرات فرصت سازماندهی نداره. این افرادی هستن که به طور خودجوش اومدن، اما اونایی که آتش میزدن من حس میکردم که اینها سازمان یافتن. خب حکومت هم میگوید که اینها مردم نبودن که بانک آتش میزدن، اشرار بودن. البته حکومت میگه اشرار بودن که آمریکا و انگلیس و اسرائیل و عربستان و اینا سازمانشون دادن. نه، من فکر نمی کنم اینا از بیرون، از خارج از کشور کسی اینا رو سازماندهی کرده باشه، بلکه حس می کنم اینا رو خود حکومت سازماندهی کرده که تظاهر کنندگان رو بدنام کنن. از این گذشته هم خب اینا خودشون گفتن که یکی از مسئولین اینا گفت که بیشترشون بیکار بودن یا درآمدهای پایینی داشتن. خب اینا به نظر بیشتری کسایی که بازداشت شدن. بله ایشون گفت که اغلبشون بیکار یا با درآمدهای پایین در حاشیه شهر بودن. خب همین اتفاق در دیماه سال گذشته هم رخ داد. تا کی ما باید بندازیم گردن اینو؟ همش دروغ تا کی؟ همش فریب مردم تا کی؟ من بزنین یه نکته رو اشاره بکنم با اجازتون، بعد ادامه بدیم. شواهد نشان می‌دهد که دست کم در همه جا مامورای حکومت نبودن که به مراکز حکومتی حمله کردن. یک نمونه رو برای مثال در شیراز که خیلی خیلی شلوغ تر از بسیاری نقاط ایران بود، اعتراض ها بیشتر بود، یک نمونه ببینیم از شهر صدرای شیراز. از صدرا دفتر امام جمعه رو آتیش دادن، تابلوش دارن میکنن. شهرک صدرای شیراز، و این البته دلیل داره. این هفته پیش هم اشاره کردم که حمله به بانک و دفاتر امام جمعه ها که نماینده های رهبر این نظامند، این امام جمعه ها بیشتر از همیشه برجسته بوده در این اعتراض‌های خیابونی آبان، و این معنا داره. بانک‌ها هم به ویژه. آقای علی تقی‌پور در سایت زیتون نوشته در تمام شهرهایی که آتشی افروخته شد بانک‌ها هیزم اصلی این آتش بودند. چرا بانک‌ها اینچنین در آتش خشم طبقات ضعیف و فقیر جامعه سوختند؟ مردم هر روز در خبرها میشنیدند عده معدودی از آقازاده‌ها و نورچشمی‌ها میلیاردها تومان وام گرفته و پس نمی‌دهند. گروهی از جوانان نورچشمی یک شب پولدار شدند با وام‌های کلان، با تفرعنی عجیب در هر عرصه از سینما گرفته تا ورزش سر بر می‌آورند. عامه مردم خود را می‌دیدند که برای کوچکترین وامی با هزار زحمت مواجهند و عده‌ای با یک سفارش کامروا می‌شوند. شهروندان تبعیض را هر روز تجربه می‌کردند و دریافته بودند که در مقابل قوانین بانکی برابر نیستند، در واقع در برابر هیچ قانونی برابر نیستند در ایران، و هیچ نماینده مجلس و رئیس جمهوری قدرت غلبه بر این تبعیض‌ها را ندارد. سال‌ها گذشت تا این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض در ضمیر ناخودآگاه جمعی مردم نماد مشترکی یافت. بانک نمادی شد از غارت، نمادی از رانت،
نماد فساد سیستماتیک که هر روز در مقابل چشم آنان خودنمایی میکرد. این همون شورش گرسنگانه که همین چند دقیقه پیش از قول دکتر محیط‌فر عرض کردم که در حاشیه شهرها حالت انفجاری پیدا کرده. این انفجار بنزینی ناگهانی بود، اما آتش زیر خاکستر بود که روش بنزین ریخته شد. حقوق بگیره که پایه حقوقشون رسماً حدود 2 تا 3 میلیون تومانه طبق آمار رسمی خود حکومت زیر خط فقرن، یعنی در قدم اول کارگران و معلمان. آنچه فقط بر معلم‌ها گذشت در همین سال 98، همین چند ماه گذشته رو در نظر بگیرید، معلم فکر نون شبشه با این وضعیت. بعد باید مدام جواب سینجینای اطلاعاتی ها و امنیتی ها رو بده. یک خلاصه آیا ممکن از این برخوردار رو داشته باشیم که یک تصویر کلی از برخورد با معلم ها در سال 98 برای مثال به عنوان یک زمینه چگونه است؟ نیروهای امنیتی بدون این که افراد رو بازداشت کنند، وسایل شخصی و موبایل و لپتاپ معلمان و خانواده های اونا رو ضبط میکنن، اینا رو میبرن و مو به مو بررسی میکنن. هر چی اطلاعات داخلش هست، شخصی غیر شخصی، اینا رو بررسی و دنبال یه جرم که یه اتهامی پیدا کنه. بدون سر و صدا اینا رو آزار میدن. نیروهای امنیتی پس از بررسی محتویات موبایل ها و لپتاپ ها اتهاماتی وارد میکنه. پس از چند وقت اونا رو به نام بازپرسی و تفهیم اتهام به یکی از شعب دادسرا ها احضار میکنه. پس از مدتی برای دفاع آخر اینا رو به دادگاه میبره. بدون توجه به دفاعیات متهم اونا رو به احکام سنگین محکوم میکنه. پس از صدور حکم پرونده رو باز نگه میدارن تا ذهن فرد همواره درگیر پرونده باشه و از ادامه زندگی و فعالیت سنفی باز بمونه و هر وقت خودش احساس خطر بکنن این حکم رو به اجرا میدارن. و این نتیجه چی میشه؟ در گام اول میشه بریده شدن معیشت معلم. معیشت معلم تبدیل شده به مسئله اصلیش، مثل مسئله اصلی اکثریت جامعه. به همین دلیل اقتصادم به این لاقل یکی از دلایل مهمش اینه که هیچ صنفی در فکر رقابت کاری یا افزایش توان رقابتیش تو صنف خودش نیست. معلم هم نیست، فقط به فکر اینه که هر طور هست این زندگی لعنتی بچرخه. وقتی برای معلم تحصیل بچه های این مملکت و آینده این مملکت فرع باشه بر معیشت خودش، تکلیف نسل های آینده روشنه. اون از کتاب های درسیشون در باید صحبت کردیم بارها، این هم از وضع تدریسشون. 14 میلیون دانش آموز هم مثل همه چیز میشن وسیله در دست جمهوری اسلامی برای حکومت کردن. بسیج دانش آموزی درست میکنه خلاف همه دستاوردهای بشر امروز که میگه آقا جون بچه زیر 18 سال به هیچ وجه نباید وارد جهان جنگ و جنایت و آدم کشی بشه که شما آدم بزرگا درست میکنین. تو جمهوری اسلامی اما هر اتفاق سیاسی که میفته دانش آموزا میشن وسیله ابراز وجود حکومت. من که خودم تو تجمع رفتم ببینم به اصطلاح اونجا چه خبر هست، دیدم تعداد زیادی دانش آموزی که هنوز ریش هم در نیاورده بود. طرف به اندازه جوان هست که هنوز ریش در نیاورده. این کاملا مسلمه که این یک دانش آموزه. من رفتم با یکی دو تاشون صحبت کردم، حتی گفتم که آقا والا ما حقیقتش اجبار اومد. طرف میگه که من به خاطر سهمیه روغن نباتی، به خاطر سهمیه ارتباط حضور شما، چیزای دیگه مثل برنج و اینا میدن اومدم. این چیزی که من خودم پرسیدم. خب این انصاف نیست. این برخورد در روانشناسی میگن شرطی کردن کلاسیک، یعنی استفاده از انسان مثل یک حیوان که با نیازهای اولیش مثل خوراک بر اینا رو بکشون. این جنایته. خانواده به نظر من گرسنگی بمیره بهتر از اینه که بچهشو به قیمت نیازهای اولیه مثل برنج و روغن نباتی بفرسته که مردم رو سرکوب کنه. بله،
وضعیت معلم‌ها در چه عرض کردم که اگه بتونیم یک جنبندی داشته باشیم از وضعیت معلم‌ها و چگونگی برخورد حکومت با این معلم‌ها، نمونه فراوان است البته، اگه امکانش هست بیم چند نمونه رو مطرح بکنیم. خدمتتون عرض می‌کنم ببینید چقدر از معلم‌ها رو اینا دستگیر، زندانی، توبیخ، شکنجه کردن. 7 تن از معلمان خراسان شمال آقای رمضان‌زاده رو به 2 سال زندان و 64 ضرب شلاق محکوم کردن. آقای حمیدرضا رجایی به 6 ماه زندان محکوم شد. آقای رضا رمضان‌پور به 2 تا 74 ضرب شلاق یعنی 74 ضرب دوباره 74 ضرب محکوم کرد. آقای سعید حق‌شناس، آقای فروتن، آقای مصطفی رباطی، آقای جوهری رو هم که پس از چند هفته بازداشت تبرئه کرد. تو کردستان وضعیت هم به همین شکل. آقای اسکندر لطفی رو 5 سال زندان محکوم کرد. آقای امید شاه محمدی 15 ماه زندان محکوم شد. تو قزوین خانم مریم زیرک در حین رفتن به مدرسه تفتیش بدنی میشه، موبایلش رو با خودشون میبرن، حکم معاونت ایشون توسط رئیس اداری آموزش و پرورش ناحیه 1 قزوین به نام آقای شمس الله غلامی وناشیه، نمیدونم وتاشیه چیه، لغو شد. این آقای شمس الله غلامی رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1 به بسیاری از معلمان دستور میده برای خانم زیرک حتی به دروغ هم که شده پرونده سازی کنه. اینو خود معلم ها به ما گفتن که آقای شمس الله غلامی تأکید کرده که به دروغم شده برای خانم زیرک پرونده سازی کنه. در نهایت خانم زیرک توسط آقای شجاع ذوقی رئیس دادگاه قزوین به 9 ماه زندان تعزیری محکوم شده. ببینید این 9 ماه در واقع مجازات مشترکی است که برای یه عده از معلم‌ها صادر شده و اعلام شده. اتهام چیه؟ اتهام هم مشترک شرکت در تظاهرات یا نمیدونم چی؟ اتهام اینها تشویش از آن عمومی، اخلال در نظم عمومی. این دو تا اتهامو اینا دارن. هر جا میخوان میرن میزنن، یعنی هر جا کم بیارن از این اتهامات میزنن. تشویش از آن اون چیه؟ تشویش از آن اون شما مردم رو میکشید، شما مردم رو قتل عام میکنید، بعد نیروهای خودتون رو تحکیم میکنید. یکی بیاد تو خیابان داد بزنه بگه آقا من زندگیم در خطر، اون میشه تشویش از آن عمومی و اخلال در نظم اون. بله آقای رسول بداغی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران که مجبور شدیم به دلیل قطع بودن همچنان اینترنت در اسلام شهر تلفنی صحبت کنیم. این نسلی که من باز میخوام بپردازم به دانش آموزا و بچه هایی که چه کشته میشن چه میکشن در قرن 21، این نسلی که 13 سالشون در تظاهرات کشته میشه، 13-14 سالشون به اسم بسیجی همسن و سالاشون میکشه، این نسل ازش چی در میاد؟ سیاست های جمهوری اسلامی در این 40 سال و فرهنگ حاکم در این 40 سال چه بلایی سر امروز آینده این مملکت رو برده؟ آموزش و پرورش مطلوب جمهوری اسلامی چیه؟ آموزش قرآن و ترتیل با حضور اساتید کار، اساتید صوت و لحن چون استاد سعید طوسی. دانش آموزا رو اول میبرن سینه زنی، بعد میبرن تو بسیج و بغل دست گندلاتای پاسدار نوه خونی. Yeah.
میبرنشون آموزش بعد از نوح خونی، میبرنشون آموزش تیراندازی و میدان تیر. ببینید عکساشونو، میدان تیر که میرن، اینها جنایت جنگی است. اینا در قانون بین الملل که جمهوری اسلامی هم عضو سازمان مللشه، جرم جنایت علیه بشریت. از تو اینا چی در میاد؟ وقتی به هر بهانه میان سرودهای نظامی یاد بچه ها میدن. به گزارش خبرگزاری فارس، از گرگان راهپیمایی یوم الله 13 آبان 98، یعنی 10 روز قبل از اعتراضات سراسری آبان، با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانش جویان شهرهای مختلف استان گلستان برگزار شد. فریاد رهبر ما کابوس دشمنان شد، با ناگاهی کامل میخونه، هیجانی میشه، مثل دوره جنگ که بچه مدرسه‌ای ها تو شناسنامه هاشون دست میبردن سنشون رو زیاد میکردن تا ببرنشون جنگ و کشته بشن در جنگی که مال 2 حکومت دیوانه خونریز بود. پدر مادرها چقدر احساس مسئولیت میکردن و میکنن اون موقع؟ البته خیلی از خانواده ها بودن، هممون خبر داریم، هممون میشناسیم که خواستن جلوی بچه هاشون رو بگیرن، ولی در اون فضای هیجانی جنگی بچه ها میرفتن. ولی به هر حال خیلی خانواده ها بودن که بچه هاشون رو فرستادن. حالا بچه های این نسل امروز با همون هیجان میان تو خیابون، همدست قاتلا میشن. دانش آموزایی هم هستن که تو همین تظاهرات اعتراضی، تو همین آبان و تظاهرات قبلی و تظاهرات قبلی، با گلوله بسا هم سن و سالاشون کشته شدن. مسیح علی نژاد نوشته در جریان اعتراض‌های خیابانی مردم در آبان، حکومت اینترنت رو مسدود کرد تا کلی آدم بیگناه رو تو خیابونا بکشه، مثل این بچه ها. پژمان گلپور 18 ساله، نیکیتا اسفندبانی 14 ساله، ساسان ایدی 17 ساله، امیررضا عبداللهی 13 ساله. به چه قیمت؟ به قیمت خون این بچه ها و 217 نفر دیگه. آمار تا حالا به این قیمت. حالا این بحران هم پشت سر بذارین، بعدش چی؟ از همین الان روشنه که اوضاع به سرعت به سمت بدتر شدن دارین میبرین. سیف، قائم مقام اورژانس کشور، میگوید افزایش نرخ بنزین ما را در تأمین سوخت آمبولانس ها با مشکل روبرو کرده است. منابع خاصی هم به اورژانس ندادند و ما برای تأمین سوخت های آمبولانس مشکل داریم. برای 346 اورژانس موتوری و 1246 پایگاه شهری، سهمیه‌ای که دولت برای ما در نظر گرفته 500 لیتر در ماه هست. چند تا آمبولانس داریم؟ رئیس سازمان اورژانس کشور شمار آمبولانس های این مرکز را 5400 دستگاه اعلام کرد و دو برابر شده. مثلا گفتن سال 92 دو برابر شده، شده 5400. خب از 5400 تا آمبولانسی که اعلام کرد رئیس اورژانس کشور، میگیم 4400 تاش عدد خالی بندیه. میکنن دیگه، فقط 1000 تا آمبولانس داره کل اورژانس کشور. خب چقدر سهمیه بنزین میگیره؟ 500 لیتر. یعنی چی؟ یعنی به هر آمبولانس چند لیتر در ماه میرسه؟ و این آمبولانس هم حرکت میکنن، کار میکنن، 1000 تا آمبولانس در ماه. به هر آمبولانس نیم لیتر میرسه.
در ماه باورتون میشه؟ چی بگم؟ چی بگین؟ وزیر صنعت، وزیر سمت در همین دولت آقای روحانی میگوید شرایط بحرانی است. به گزارش تسنیم، رضا رحمانی میگوید با خودروسازانی که مشکلات خاصی را در شرایط جدید کشور دارند جلسه گذاشتیم و سازوکارهایی را بررسی کردیم تا اگر میتوانند خودروهای دیگری را تأمین کنند و اگر نه باید به طریقی با مشتری مصالحه کنند. رحمانی گفت برخی از گرانی‌ها تأثیر طبیعی دارد و وقتی بنزین از 1000 تومان به 1500 تومان و 3000 تومان رسیده قطعاً یک تأثیری بر برخی از کالاها خواهد داشت. ببینین وضعیت امروز ایران رو قاعدتاً از نظر اقتصادی و سیاسی با توجه به این شواهدی که موجود است اندکی که من در این برنامه گفتم باید تقسیم کرد بین قبل از 24 آبان 98 و بعد از 24 آبان 98. قبل از 3 برابر شدن قیمت ناگهانی بنزین و بعد از 3 برابر شدن قیمت بنزین. این خیلی چیزا رو تغییر میده. آغازش رو داریم میبینیم دیگه. بریم پرده آخر. امام صادق علیه السلام فرمود در زورا نزدیک ری شهری بنا میشه مفضل، به اون شهر به اون بلد میگن تهران. فرمود قصرهای مثل قصور بهشتی می سازن، زنهاشون خودشون شبیه به حوریان می کنن به زینت زنهای کفار، موهاشون فرمود زیر روسریشون به صورت کوهان شتران بختی خراسانی می کنن. علمای حقیقیشون هرچه می گن کسی گوش نمی. شب و روزگار خوش.